و همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. خیلی خوشحالم از اینکه توی این مدت در خدمتتون بودم و امیدوارم که این افتخار باشه برام که بتونم همیشه خدمتتون ارائه خدمات بکنم. در آموزش امروز من یه روش کسب درآمد افیلیت رو برای دوستانی که در ایران هستن یا همکاری در فروش برای دوستانی که در ایران هستن دارم آماده میکنم و خدمتتون ارائه میدم. این آموزش ادامه آموزشیه که در خصوص سیستم دیجیکالا من به شما دادم. در آموزش قبلی من به شما گفتم که چطور میتونید فروشگاه را بندازید داخل دیجیکالا و کالاهای خودتون رو توی دیجیکالا بفروشید. خب دوستان لطف کردن به من، هم توی تلگرام پیام فرستادن، هم کامنت ها رو خوندم. یه تعداد زیادی متخصص بودن، یعنی تولید کننده بودن و خودشون خدماتی داشتن برای ارائه و میپرسن که چطور میتونیم توی دیجیکالا محصولات خودمون رو ببریم و بفروشیم. و من هم به دوستان هم توی همون ویدیو گفتم و همین که الان اینجا خدمتتون عرض میکنم که شما اگر فروشنده باشید یا تولید کننده باشید، یه جنسی میخواید تولید بکنید، میتونید یک کسب درآمد مطمئنی رو به عنوان یک فروشنده توی سایت دیجیکالا برای خودتون به دست بیارید. این آموزش که من خدمتتون ارائه کردم در مورد راه اندازی فروشگاه توی دیجیکالا انحصارا مربوط میشه به کالاهایی که خارجی نباشن و عملا ایرانی باشن، کالا ساخت ایران باشه و شما اگر تولید کننده این محصولی هستی که میتونی بفروشی، میتونی توی این سایت اکانتی تهیه بکنی و ضمن فروش کالاها به درآمد خیلی خوبی هم دست پیدا بکنی. خب مطمئنا بازدید کنندگان و افراد زیادی در داخل ایران از سایت دیجیکالا دیدن میکنن، از فروشگاه دیجیکالا دیدن میکنن و محصولات عمده و حتی تکیه بسیار زیادی رو به صورت روزانه توی این وبسایت پیدا میکنن و خرید انجام میدن. پس شما هم میتونید یه سهم خیلی خوبی رو در فروش کالا از طریق دیجیکالا داشته باشید. آموزش قبلی رو حتما حتما از دست ندید. من همین الان لینکش رو میذارم این بالا سمت راست که میتونید روش کلیک کنید و بعد از اینکه ویدیو تموم شد میتونید از اونجا ویدیو رو باز کنید و ببینید. اما آموزش امروز ما در مورد سیستم افیلیت دیجیکالا هست که یه سیستم کسب درآمده که از اون به عنوان شبکه‌های اجتماعی خودشون یاد میکنن و عملا فروش رو الزاما مرتبط کردن به سیستم هایی که شما از طریق اون میتونی از طریق مثلا اینستاگرام یا تلگرام یا هر شبکه اجتماعی یا حتی وبسایتت میتونی از طریقش کسب درآمد داشته باشی و فروش کالاهای مختلف رو توی این سایت برای خودت انجام بدی. من یه آماری بگم در مورد سیستم کسب درآمد دیجیکالا. تا به الان همینطور که دارید میبینید 20 هزار نفر توی این سیستم در سطح کشور عضو شدن. حتی دوستانی که از خارج از ایران هم بودند میتونن توی این سیستم عضو بشن، ولی به شرط اینکه کارت ملی و مشخصات و حتی حساب ایمان نمبر شماره حساب بانکی ایران داشته باشن یا همون شماره پایا. گفتم ایمان نمبرسی یاد حسابای بانکی اینجا افتادم. در هر صورت اگر شما حساب ایبان داشته باشید یا شماره پایه حسابتون رو داشته باشید میتونید توی این سیستم عضو بشید. 20 هزار نفر توی این سیستم تا به امروز عضو شدن و در حال فروختن کالا هستن. بالغ بر 11 هزار تا رسانه توی این سیستم ثبت شده. رسانه یعنی چی؟ یعنی مثلا پیج های اینستاگرام یا مثلا کانال های تلگرام یا مثلا وبلاگ های مختلف یا وبسایت های مختلف. شما اگر تولید محتوا دارید انجام میدید، یعنی شما خودتون میتونید یه فروشنده خیلی خوب باشید. شما هم میتونید به جمع این 11 هزار تا رسانه اضافه بشید. بالغ بر 17 میلیارد ریال تا سال دو سال گذشته توی دیجیکالا فقط فروختنی بوده که از طریق بازاریاب ها انجام شد. یعنی 1 میلیارد و 700 میلیون تومان مبلغی بوده که این وسط جابجا شده. 511 نفر کاربر فعال توی این سیستم موجودن. یعنی فلان نفری که مثلا توی اینستاگرام داره کار میکنه یه پیج راه انداخته، اینقدر اعضاش زیاده که از طریق همون اعضا الان اومده و داره
محصولات دیجیکالا رو تبلیغ میکنه و فروش خیلی خوبی رو میتونه انجام بده. ماکسیموم مبلغی که توی این سیستم اعضا تونستن در بیارن تقریبا 3 میلیون تومان بوده. این طرف یک ماه اومده بازاریابی شبکه با میگم بازاریابی شبکه بازاریابی افیلیت یا همکاری در فروش رو انجام داده و از طریق این سیستم تونسته کسب درآمد حداقل 3 تومان رو در ماه داشته باشه. پس این عملا هیچ محدودیتی برای شما وجود نخواهد داشت. خیلی خیلی ساده است. ساده ترین راهی که شما میتونید توی این سیستم عضو بشید، فقط کافیه یه شماره موبایل داشته باشید و کارت ملی ایرانیتون همراهتون باشه تا بتونید از طریق این وبسایت کسب درآمد داشته باشید. خب نحوه شروع فعالیت هم کاملا مشخصه. شما بعد از اینکه وارد قسمت affiliate.digicala.com شدید، که حالا من آدرس این وبسایت رو در انتهای ویدیو برای شما میذارم، شما میتونید توی این وبسایت ثبت نام بکنید و یه لینک اختصاصی دریافت کنید و بعد میتونید اون لینک اختصاصی رو ببرید توی مثلا کانال‌های تلگرامتون، اینستاگرامتون کپشن بزنید، یا مثلا توی وبسایتتون، توی وبلاگتون میتونید بید این کار رو انجام بدید و لینک خودتون رو داخلش بذارید. حالا کسب درآمدی که شما به ازای هر خرید توی این محصول توی محیط وبلاگتون یا اینستاگرام یا تلگرامتون انجام میدید، بر اساس لینک های ورودی که شما دارید و دیجیکالا این وعده و این قول رو به شما داده که شما خیالت راحت باشه که تا 15 روز اگر کاربرانی که شما معرفی کردید بیان و خرید انجام بدن، به شما پورسانت پرداخت میکنه. حالا برخلاف مثلا علی اکسپرس یا سایت های خارجی که مثلا 30 تا 45 روز این اتفاق براشون میفته، توی دیجیکالا 15 روز به شما قول داده که این اتفاق برای شما بیفته. یعنی شما اگر کاربرت اومد یه جنسی رو شما تبلیغ کردی، اومد اون لینک رو کلیک کرد رفت توی دیجیکالا و اون محصول رو خرید نکرد، رفت فردا اومد و یه جنسی دیگری رو خرید، از محل فروش اون کالایی که الان فروخته به شما دوباره پورسانت میده. یعنی مثلا من اومدم از طریق دیجیکال، از طریق مثلا اینستاگرام شما توی صفحه بیوتون، صفحه اولتون، روی لینک کلیک کردم و وارد صفحه دیجیکالا شدم، یه جنسی رو دیدم، مثلا شما تبلیغ موبایل انجام دادی، من رفتم یه دونه مثلا موس خریدم، یا یه دونه مثلا یه لوازم خونه خریدم، ماشین لباسشویی خریدم یا هر چیزی. بستگی به این داره که توی این 15 روز من برم این کار رو انجام بدم و خرید رو انجام بدم. پس اگر من توی این 15 روز خرید انجام بدم، هیچ فرقی نمیکنه چه جنسی از علی از دیجیکالا توسط شما من معرفی شده باشم و خرید رو انجام بدم. قطعا بعد از اینکه جنس رو شما فروختید، پول به شما تعلق نمیگیره. این یه مدت زمانی رو میبره برای اینکه کالا تهیه بشه، کالا ارسال بشه، کالا تایید بشه، پول دریافت بشه، مشتری راضی باشه، مشتری جنس عودت نزنه و همه اینها. چون یه روال عودتی که کالا رو بخون انجام بدن، تقریبا بعد از 14 روز به شما پورسانتتون رو دیجیکالا پرداخت میکنه. همینطوری که توی دیجیکالا شما دارید میبینید نوشته کسب درآمد اینترنتی برای چه کسانی مناسبه، شما اگر با این شکل میاد کار انجام میدید و میخواید بازاریابی انجام بدید، یعنی خودتون تولید کننده محتوا هستید، عکس میگیرید، عکساتون رو توی اینستا منتشر میکنید، یا کانال تلگرام دارید که هر روز نمیدونم نرم افزار جدید میذارید برای دانلود، فیلم میذارید، یا مثلا محتوا تولید میکنید میذارید، شما به عنوان یه فردی که تولید محتوا دارید انجام میدید، میتونید کسب درآمد داشته باشید. همه اینها برای خودش روال خاصه با خودش داره. یعنی ببینید، شما اگر تولید محتوا انجام میدید، برای اینکه بتونی محتوای مناسب تولید کنی، باید مخاطبتو بشناسی. خب وقتی مخاطبت رو شناختی، رفتی محتوا رو تولید کردی، بعد از اون یه زمانبندی مناسب رو میای قرار میدی برای اینکه به دنبال کننده ها یا فالوورات یه محتوایی رو بدی و اونها ببینن. اگه مثلا من بیام ساعت 1 نصف شب یه ویدیویی رو منتشر بکنم، در حالی که میدونم اون ساعت از شب شاید بازدید کننده ها یا مثلا افرادی که عکسای منو میان لایکشون میکنن، اگر اون ساعت نباشند، من ممکنه از یه جهتی افت ورودی داشته باشم. اما زمانی که این اتفاق بیفته، یعنی شما میتونی از طریق این درآمد کسب بکنی. حالا شما میری تو اینستاگرام، تو بیوش، تو تصاویری که داری منتشر میکنی، تو کپشن یا هر جایی میای میذاری، میگه آقا این جنس مثلا امکان خریدش هست، و خب دیدید مثلا توی استوریای اینستاگرام میان این کارو انجام میدن، عکسایی رو منتشر میکنن و بعد لینک میدن، میگن آقا روی این لینک اینو بکش بالا، برو به سایت. همین اتفاق دقیقا برای شما میفته و شما میتونید به راحتی از این سمت کسب درآمد داشته باشید.
این کسب درآمد نه تنها برای افرادی توی اینستا، توی تلگرام، توی اونایی که وبسایت دارن، اونایی که وبلاگ نویس هستن یا خیلی از افراد کاربرد داره، بلکه برای همه اونایی که تو خونه هستن، مثل خانمای خونه دار یا جوونا، نوجوانایی که دارن میرن مدرسه و برمیگردن از زمان بیکاریشون، از زمان فرصت آزادشون میتونن برای بازاریابی خیلی راحت و فروش استفاده بکنن. خب یه منبع درآمد خوب هم میتونه برای شما داشته باشه. دیگه اینکه توی این وبسایت عملا بعد از اینکه عضو بشید، البته صفحه عضویت، صفحه ورود رو من البته چون عضو شدم باز کردم، اینجا گزینه ثبت نام داره. شما اگر گزینه ثبت نام رو بزنید میتونید توی این سیستم عضو بشید و اکانت تعریف بکنید، با اون اکانت هم میتونید به راحتی لاگین بکنید و توی این وبسایت شروع بکنید به اضافه کردن رسانه اجتماعیتون. شما تا زمانی که رسانه اجتماعی به سیستم اضافه نکنید نمیتونید فروش رو توی سیستم انجام بدید. گفتم بهتون این رسانه ممکنه مثلا یک کانال تلگرام باشه، ممکنه وبسایتتون باشه، ممکنه مثلا چی بهتون میگم، مثلا کانال تلگرام بهتون گفتم، ممکنه شما یه پیج دارید مثلا توی توییتر، البته فکر کنم توییتر چون فیلتر باشه اونها محدودیت براش قائل باشن، ممکنه شما یه وبلاگ داشته باشید تو سرویس های وبلاگ دهی ایران که خب من قبلتر آموزش رو بهتون دادم، ممکنه شما یه وبلاگ نویس باشید، فقط کافی آدرس وبلاگتون رو ثبت بکنید و بعد شروع بکنید به کسب درآمد. پس بعد از عضویت یه ایمیل هم برای شما این سیستم میفرسته، ایمیل رو باید حتما باز بکنید و وریفای بکنید آدرس ایمیلتون رو. ببینید من بارها توی آموزش‌ها گفتم دوستان یادتون باشه افرادی که تازه کار هستن و عملا شاید مثلا خیلی به سختی بتونن ایمیل بسازن یا هر چیز دیگری، یادتون باشه که ایمیل اصلا با www شروع نمیشه. مثلا شما بگید www.mahmood@gmail.com، خب این اشتباه مطمئنم، مگر اینکه شما اینو قبلا تعریف کرده باشی که ایمیلت به این شکل باز بشه. حالا من یه آموزشی بعدهن برای شما آماده میکنم، برای اون دوستانی که آدرس ایمیل نمیتونن ایمیل بسازن حتما بهتون میگم، کما اینکه من در آموزش‌های اولیه ساخت ایمیل موقت رو بهتون یاد داده بودم که حالا اون ایمیل موقت کارایی اینجا اصلا برای شما نخواهد داشت. پس شما ایمیلی که مطمئنن برای خودتون استیبل یا اون چیزی که مطمئنن ساختید و ازش اعتماد دارید که میتونید بهش دسترسی داشته باشید رو توی سیستم ثبت بکنید تا اطلاعاتتون در اختیارتون قرار بگیره. خب بعد از اینکه یوزر پستون رو بزنید وارد همچین صفحه‌ای میشه. توی این صفحه اولین پیامی که جلب توجه میکنه برای شما اینی که گفته در صفحه پروفایل شماره شبای حساب بانکی یا همون شماره ایبان یا شماره مثلا پایای بانکیتون رو برید ثبت بکنید تا بتونن محصولات رو بعد از اینکه فروختید مبلغش رو درصدش رو به شما به عنوان بازاریا پرداخت بکنن. خب میبینید که من این حساب رو ایجاد کردم فقط به خاطر اینکه بتونم این آموزش رو خدمتتون بدم، چون من با سیستم دیجیکالا که در ایران هست کار نکرده و نمیتونم باشون کار بکنم، چون عملا من کسب درآمدی که از ایران بخوام تهیه بکنم به خاطر نوساناتی که ممکنه داشته باشه شاید برای من کاربردی نداشته باشه. اما دوستانی که در ایران هستن یه گزینه خیلی خوبه این سیستم که به دور از هر گونه مسئله بتونن به راحتی درآمد ریالی داشته باشن. همینطوری که میبینید 85,000 تا محصول رو جدیدن به سیستمشون اضافه کردن و بالغ بر 1,900,000 تا کل محصولاتی که در این سیستم وجود داره. پس یعنی شما به راحتی دستتون باز برای اضافه کردن محصول و برداشتن محصولات برای تبلیغ اونها توی شبکه‌های اجتماعی. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که میرید توی قسمت مدیریت رسانه‌ها. بعد از اینکه مدیریت رسانه‌ها رو باز کردید باید اکانت خودتون رو برید اونجا تعریف بکنید. مثلا ممکنه شما بگی آقا من میخوام یه پیج اینستا به شما معرفی بکنم، اینجا این نام رسانه رو میزنید، اسم پیجتون رو مینویسید، مثلا میگید پیج شخصی توی اینستا، آدرستون رو وارد میکنید https://instagram.com/اسمتون یا اسم پیجتون هرچی هست رو وارد میکنید. موضوع اینجا مهمه که موضوع شما خبر یا فروشگاه است. مثلا اگر پیج شخصی خود من میگم خبره و نوعش هم میگم آقا شبکه اجتماعیه، یا اگر من سایت داشته باشم نوعش رو میگم سایت، و اگر فروشگاه باشه میگم فروشگاه در کنار سایر محصولاتی که توی فروشگاه دارم میفروشم. این جنس ها رو هم میخوام
به فروش برسونم. پس من اولا میگم یه صفحه دارم توی اینستاگرام، یه شبکه اجتماعی، آدرسش هم ثبت میکنید و اینجا ثبت رسانه میکنید. ببینید یکی از مسائلی که اینجا براتون نوشته، گفته اگر رسانه شما وبسایت، حتما ایمیل سازمانی وبسایت خودتون رو توی پروفایل باید وارد بکنید. ببینید اگر من آدرس وبسایتم هست digicala.com، باید حتما ایمیل من باشه info@digicala.com، ایمیل سازمانی. حالا اگر اینفو نبود، مثلا میشه mahmood@digicala.com، این میشه ایمیل سازمانی من. یعنی ایمیل من توی سرویس دهنده‌های رایگان وجود نداره. برای همین براتون نوشته اگر وبسایت دارید حتما ایمیل سازمانی بذارید، در غیر این صورت احراز هویت نمیشید، یعنی اون وبسایت شما رو تایید نمیکنن و اون رسانه شما به راحتی بهتون بگم که رد میشه. پس این رو حتما مد نظرتون باشه. بعد از اینکه رسانه اجتماعی شما ثبت شد، میرید قسمت مدیریت لینک و میتونید لینک ها رو برای خودتون بردارید. لینک ها رو توی مدیریت لینک ها میتونید کوتاه بکنید، لینک کوتاه میتونید بسازید. از یه محصولی که لینکش خیلی طولانیه، میتونید اینجا لینک کوتاه بسازید و ازش استفاده کنید. حالا چون حساب من نیاز به اضافه کردن رسانه داشته، به خاطر همین من اینجا امکان افزودن لینک رو به من نمیدم و میگم شما هنوز نداری و باید بری شبکه اجتماعی تو ثبت بکن. بعد از اینکه ثبت کردی میتونی بیای و این اتفاق برات بیفته. دیگه اینکه تو قسمت محصولات یا کدهای تولید شده، همه اینها جز مواردی که شما تا رسانه رو ثبت نکنید و تایید نشه بهشون دسترسی ندارید. و دیگه اینکه تو کدهای تولید شده که کاملا مشخصه چیه، یعنی شما محصولاتی بوده که قبلا اومدید توی دیجیکالا دیدید، همون محصولات رو برداشتید و توی مثلا اینستاگرامتون گذاشتید یا توی مثلا وبسایتتون یا وبلاگتون یا هر شبکه اجتماعی دیگری که دارید رفتید این کار رو انجام دادید و اونجا منتشرش کردید. قسمت امور مالی هم که مربوط میشه به اون چیزهایی که شما فروختید، تسویه شده و تو حسابتون واریز شده و سایر مواردی که ممکنه برای شما اینجا ایجاد بشه، به صورت یک قسمت آموزشی در همین وبسایت برای شما قرار گرفته که توی قسمت آموزش ها میتونید به راحتی اطلاعات مربوط به همکاری در فروش دیجیکالا رو اونجا مطالعه بکنید. چون سیستم کاملا فارسیه، عملا پشتیبانی هم که از شما انجام میشه به زبان فارسی انجام میشه، ولی قبل از اون خیلی بهتر و راحت تره که حتما قسمت آموزش ها رو ببینید و مطالعه بکنید. حتی فیلم های آموزشی هم در این خصوص دارن که میتونید اونها رو هم ببینید و وقتی اونها رو دیدید میتونید بعد از مشاهدهشون فعالیت خودتون رو توی این وبسایت شروع بکنید. از قسمت امور مالی گفتم، امور مالی خودتون چقدر فروختید، چقدر تسویه شده، چقدر در انتظار و سایر چیزها رو میتونید ببینید. آمار نمایشتون رو میتونید تو 10 روز گذشته اینجا ببینید یا آمار کلیک هاتون تو 10 روز گذشته چقدر بوده. همه اینها جز مواردیه که شما میتونید اینجا در صفحه پیشخانتون یا همون در صفحه داشبوردتون میتونید به راحتی همه رو مطالعه بکنید و ببینید. خب اما ببینید یه قسمتی اینجا داره به اسم راهنمای درج کد. این قسمت یکی از قسمت‌هاییه که فکر می‌کنم اگر مطالعهش بکنید بعد نباشه. برای اینکه شما بتونید از این قسمت استفاده بکنید، اینجا اومده به شما توضیح داده که بعد از دریافت کد شما میتونید چطوری این کد رو توی وبسایت خودت استفاده بکنید. همینطوری که دارید می‌بینید به صورت کلی اینجا توضیح داده که محصولات رو به عنوان یه آی فریم توی صفحه شما نشون میده و این آی فریم عملا شاید بتونه برای شما رندوم هم محصول تغییر بده. و این آی فریم اگر دوستانی که تخصص دارن خب مطمئنا میدونن، اما دوستان اگر بخوام بهتون توضیح بدم، اگر وبسایتتون رو به این سیستم اضافه بکنید به عنوان یک رسانه، یه قسمتی توی وبسایت شما مثلا توی سمت راستتون یا توی فوتر سایت اون پایین سایتتون یا حتی میتونید توی هدر یا توی قسمتی که محتوا قرار میدید براتون آگهی هایی رو نشون بده که اصلا محتواش به عنوان یه فرم جدا از سایت و در قالب وبسایت نمایش داده میشه که کاربران میتونن روی اونها کلیک کنن و محصولات رو در یک صفحه جدید به صورت کامل مشاهده بکنن. پس این قسمت راهنمای دریافت کد برای دوستان، دریافت درج کد بیشتر به درد دوستانی میخوره که میخوان
داخل وبسایتشون از کدهای مختلف دیجیکالا استفاده بکنن و محصولات رو منتشر بکنن تا افراد بیان روی اونها کلیک بکنن و وارد صفحه اصلی محصولات بشن. خب قسمت پروموشن هم کاملا مشخصه، فکر میکنم این هم جز مواردی باشه که برای من باز نشه، ولی اگر بذارید یه لحظه. بله متاسفانه این هم دقیقا بخش مدیریت رسانه ها رو میخواد که میگه آقا شما حتما باید مدیریت رسانه هات اکتیو باشه تا بتونی اینجا ببینی که چه خبره و چه مواردی رو شما میتونی به سیستم اد کنی یا میتونی آگهی هایی رو اینجا مثلا ثبت داشته باشی. و به صورت کلی میشه گفت پروموشن ها یه دوره هایی که دیجی کالا میاد اینها رو معرفی میکنه، در واقع یه تخفیف های دوره ای که به صورت محدود اعمال میشن که شما توی این قسمت میتونی همه اونها رو به صورت کامل ببینی. دیگه تمام، چیز خاصی هم نیست چون سیستمش کاملا فارسیه، با یه ثبت نام و با یه ورود همه چی دستتون میاد و میتونید به راحتی ازش استفاده کنید. خب امیدوارم که در طی کار با دیجی کالا و در این سیستم فروششون دوستان به مشکلی برخورد نکنن و امیدوارم که همه درآمدهای فوق العاده خوبی رو بتونن از فروش محصولات در خاک وطن به دست بیارن انشالله. من برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی ممنونم از این که امروز هم همراه من بودید با آموزشی که بهتون ارائه شد. امیدوارم از آموزش استفاده کرده باشید. من لینک قسمت افیلیت دیجی کالا رو حتما در انتهای ویدیو براتون میذارم که حتما روش کلیک کنید و وارد سیستمش بشید و شروع کنید به عضویت و فعالیت و کسب درآمد. ویدیو رو لطفاً بعد از اینکه دیدید برای دوستاتون به اشتراک بذارید، ویدیو رو اگر پسندیدید لایک کنید و نظرتون رو با من در میون بذارید. از اولین کسب درآمدتون در دیجی کالا حتماً بعد از اینکه درآمد کسب کردید بیاید زیر همین ویدیو و بنویسید چقدر درآمدتون بوده از دیجی کالا، تا حداقل افرادی که جدید و به تازگی قرار به سیستم اضافه بشن و این آموزش رو ببینن بدونن که دوستان زیادی تونستن از این سیستم کسب درآمد بکنن. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.